سرخط خبرها. ناکامی امریکا در امر مبارزه با حراست‌گری در افغانستان. وزیر امور خارجه روسیه میگوید که حضور دو دهه امریکا در افغانستان نشان داده که این کشور هیچ نوع مبارزه با حراست‌گری نکرده است. به خاطر تقابل و تخاصم با کشورهای منطقه راه‌اندازی کرد. تلاش کابل و اسلام آباد برای گسترش روابط بازرگانی. رسانه‌های جهانی از برگزاری نشست بازرگانی میان افغانستان و پاکستان با هدف بهبود روابط میان دو کشور خبر دادند. سیاست ضعیف تجارتی، نبود امکانات و سهولت‌های تجارتی و ترانزیتی برای تولیدات افغانستان، دسترسی نداشتن به بازارهای کلان جهانی از موارد عمده است که افغانستان در حاضر سطح صادرات پایین داشته باشد. جمع آوری بانک نوت های مندرس شده در کشور. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه ای گفته است که در جریان یک سال گذشته بیش از 5 میلیارد افغانی بانک نوت مندرس را از سراسر کشور جمع آوری کرده است. یک همکاری های مقامات امنیتی فوق‌العاده زیاد است و در قانون جزا داخل شدن از این مورد یک ماده در قانون جزا داخل شده و هر کسی در پول نبرد. ادامه درگیری ها در نوار غزه. هلال احمر فلسطین اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی دو بیمارستان دیگر را در غزه محاصره کرده اند. سلام و درود. امروز ششم حمل سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 26 مارچ. با مجموعه خبری این ساعت با من بنظیر بکتاش خوش آمدید. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که حضور دو دهه امریکا در افغانستان نشان داده که این کشور هیچ نوع مبارزه با حراست‌گری نکرده است. رسانه‌های روسیه گزارش داده که حضور امریکا در افغانستان ساختارها و سازمانهایی را ایجاد کرده که بعداً منجر به القاعده و گروه‌های دیگر شد و سپس این گروه‌ها به حیث ابزار در مناطق گوناگون استفاده شده است. بر بنیاد گزارش امریکا پس از حملات 11 سپتامبر با همکاری شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده است. مسکو حضور 20 ساله امریکا در افغانستان را ایجاد گروه‌های تروریستی خوانده است. وزیر امور خارجه روسیه گفته که حضور دو دهه امریکا در افغانستان نشان داده که این کشور هیچ نوع مبارزه با تروریسم نکرده است. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که حضور آمریکا در افغانستان ساختارها و سازمان‌های را ایجاد کرد و که بعداً منجر به القاعده و گروه‌های دیگر شد و سپس از این گروه‌ها برای تحریک رژیم‌های نامطلوب در خاورمیانه و دیگر مناطق استفاده کرده است. پوتین نخستین کسی که به جورج بوش پیشنهاد کمک و پشتیبانی را کرد. هیچ کس وارد شدن نیروهای آمریکایی و ائتلافی را در افغانستان تجاوز و اشغال خطاب نکرد. همه می‌فهمیدند که چنین عمل تروریستی باید پاسخگو قرار داده شود. حضور نظامیان آمریکا نه تنها در افغانستان گروه‌های تروریستی و گروه داعش را مهار و از بین نبردن، بلکه در ترویج و تقویت این گروه ها بازی دوگانه استخباراتی را به خاطر تقابل و تخاصم با کشورهای منطقه راه‌اندازی کرد. بر بنیاد گزارش ها امریکا پس از حملات 11 سپتامبر با همکاری شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده است. شمای از آگاهان هم حضور 20 ساله امریکا را ایجاد و هدف و برنامه ها در افغانستان یاد کرده است. نه تنها که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ای ادعا داره، بلکه تمام افغانا و تمام جهان میفهمه که امریکا به خاطر از بند بودن توریسم دیگه نامده بود، به خاطر اهداف و مقاصد خود و متحدینش آمد به افغانستان و دوباره برگشت.
این گفته ها پس از حمله مرگبار بر یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه یاد شده که این حمله بیش از صدها تن کشته و زخمی در پی داشته و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. همزمان با سرد شدن روابط کابل، اسلام آباد رسانه ها از برگزاری نشست بازرگانی میان افغانستان و پاکستان خبر داده اند. شبکه خبری آسیا گزارش داده که پاکستان و افغانستان قرار است به عنوان بخش از تلاش های عادی سازی روابط نشست بازرگانی در کابل را برگزار کنند. این در حال است که اخیراً تنش‌های سیاسی میان دو کشور بالا گرفته و بازرگان‌های دو کشور برگزاری این نشست را برای بهتر شدن روابط کابل اسلام آباد ارزشمند می‌دانند. برگزاری نشست بازرگانی میان افغانستان و پاکستان همزمان با سرد شدن روابط کابل اسلام آباد رسانه‌ها از برگزاری نشست بازرگانی میان افغانستان و پاکستان خبر دادند. شبکه خبری آسیا گزارش داده که پاکستان و افغانستان این نشست را به عنوان بخشی از تلاش های دو کشور برای عادی سازی روابط برگزار خواهند کرد. نشستی که بر بنیاد گزارش قرار است کابل از آن میزبانی کند و بازرگانان دو کشور به آن اصطلاح برد را دادند. پاکستان و افغانستان قرار است به عنوان بخشی از تلاش‌های عادی‌سازی روابط نشست بازرگانی در کابل برگزار کند. بازرگانان پاکستانی نیز خواهان تسهیل تجارت دو جانبه و ترانزیت به افغانستان هستند، چون آنان این را یک وضعیت برد برای هر دو طرف می‌دانند. تیرگی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان همواره بر داد و ستد دو کشور تاثیر سو داشته و روابط بازرگانی کابل اسلام آباد فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است. آگاهان برگزاری نشست را برای بهتر شدن روابط دو کشور ممید می دانند. روابط ناپایدار سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه، سیاست ضعیف تجارتی، نبود امکانات و سهولت‌های تجارتی و ترانزیتی برای تولیدات افغانستان، دسترسی نداشتن به بازارهای کلان جهانی از موارد عمده است که افغانستان در حال حاضر سطح صادرات پایین داشته باشد. این در حالی است که اخیراً ناامنی‌ها و حمله بر نظامیان پاکستان روابط کابل اسلام آباد را تیره کرده و حتی این مورد سبب درگیری نظامی میان دو کشور نیز شده است. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه گفته است که در جریان یک سال گذشته بیش از 5 میلیارد افغانی بانکنوت مندرس را از سراسر کشور جمع آوری و از بین برده است. در این خبرنامه آمده است که بانک مرکزی در سال پار در عرصه حریق بانکنوت های مندرس و توزیع بانکنوت های جدید برای مردم فعالیت های قابل توجه داشته است. گفته می شود که قرار است بانکنوت های جدید با در نظر داشت سیاست های معقول پولی با دسترس مردم قرار بگیرد. جمع‌آوری بیش از 5 میلیارد افغانی بانکنوت های مندرس در کشور. بانک مرکزی افغانستان در خبرنامه گفته است که در جریان یک سال گذشته بیش از 5 میلیارد افغانی بانکنوت مندرس را از کابل و دیگر زونهای کشور جمع‌آوری و از بین برده است. در این خبرنامه آمده است که بانک مرکزی در سال پار در عرصه حریق بانکنوت های مندرس و توزیع بانکنوت های جدید برای مردم فعالیت های قابل توجهی داشته است. قرار است بانکنوت های جدید با در نظر داشت سیاست های معقول و پولی به دسترس مردم قرار بگیرد. از همه شهروندان کشور خواسته می شود که در سال پیش رو در نگهداری بانکنوت ها توجه جدی داشته باشند. در همین حال آگاهان به این باورند که جلوگیری حکومت از قاچاق پول نو در مقابل پول کهنه می تواند باعث توزیع سریع پول جدید میان مردم شود. یک همکاری های مقامات امنیتی فوق العاده زیاد است و در قانون جزا داخل شدن از این ما را در یک ماده در قانون جزا داخل شد و هر کسی در پول نو و پولی کنه چنین میکنه چنین میشه. حتی در بازار پولی افغانستان مسئله وطه مطرح است که فعلا مسئله وطه شکل بسیار عادی است که پولی کنه و پولی نو شما تبدیل میکنین چقدر پولی نو چقدر پولی کنه تبدیل میشه. این شکل عادی بازار است. این در مورد توجه قرار بدین تا این دفع شود و تا پول کنه دلاری و پول کنه نو دلاری هم تفاوت های زیاد داره. قربان شما سلامت باشه.
این در حال است که بانک مرکزی بارها توصیه در حفظ مراقبت پول افغانی کرده است، زیرا واحد پولی هر کشور هویت آن بوده و نگهداری از هویت ملی وجیبه هر شهروند کشور است. وزارت خارجه قطر از دیدار لولال خاطر وزیر خارجه این کشور با سفیر ازبکستان در قطر خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه این وزارت، دو طرف در مورد اوضاع کنونی همکاری با افغانستان تبادل نظر کرده اند. گفتنی است که قطر از جمله کشورهای است که تعامل خوب با امارت اسلامی داشته، اما با آن هم تا اکنون حاضر نیست تا امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسد. نیوز انترنشنال به نقل از جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گزارش داده است که حمله داعش شاخه خراسان در مسکو توسط شبه نظامیان آسیای مرکزی موجود در افغانستان ناشی شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، گسترش فعالیت های حراس افغانانه نه تنها یک تهدید برای آسیای مرکزی و روسیه است، بلکه ساختار امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. این در حال است که مقام های ارشد کانگرس قبل از این نیز گفته بودند که داعش تهدید برای ایالات متحده و اروپا است. گزارش تازه نیوز انترنشنال در مورد حمله داعش شاخه خراسان بر مسکو. نیوز انترنشنال به نقل از جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گزارش داده است که حمله داعش شاخه خراسان در مسکو توسط شبه نظامیان آسیای مرکزی موجود در افغانستان ناشی شده است. این گزارش افزوده است که گسترش فعالیت‌های حراس افغانانه نه تنها یک تهدید برای آسیای مرکزی و روسیه است، بلکه ساختار امنیت جهانی را نیز به مخاطره می‌اندازد. تصاویر عواقب پس از آن در مسکو که سنگ فرش‌های بیرون سالن کنسرت را آغشته کرده، چهره‌هایی که با شوک و اندوه حکاکی شده اند، یادآور واقعیت وحشیانه توریسم است. داعش شاخه خراسان مسئولیت را بر عهده گرفته است که تایید وحشتناک بر ترس بسیاری از افراد است. شماری از آگاهان نیز بر این باورند. بدون شک گروه ها جرأت گرفتن، ولی نه به این پیمانه. گروه هایی که در تیران و در مسکو اونا انفجار و انتحار میکنن، اونا ساخته های کشورهای بزرگ و به خاطر نفع خود از اونا استفاده میکنن. بنان ریجه مردم افغانستان و هیچ گروهی ملامت نیست، بدون از کشورهای بزرگ که از نام اسلام، از گروه های اسلامی به خاطر منافع کشورهای خود استفاده میکنن. این در حال است که مقام های ارشد کنگرس قبل از این گفته بودند که داعش تهدید برای ایالات متحده و اروپا است و این گروه اگر به مسکو حمله کردند، حمله بر آمریکا نیز به دور از امکان نیست. همزمان با روز جهانی توبرکلوز، وزارت صحت عامه اعلام کرده که تعداد 49533 واقعه مثبت توبرکلوز در کشور ثبت شده است. این وزارت از کاهش بیش از 50% واقعات توبرکلوز در سال جاری نسبت به سال 2019 در کشور خبر داده است. د 2023 کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې موږ 9,533 مثبت واقعات د تبرکلوز لرو. البته نسبت مخکې کلونو ته 2019 کال په نسبت کې موږ وایو 6% په افغانستان کې واقعات راکم شوي دي. د 2022 کال له ارقامو سره چې کله موږ دغه ارقام مقایسه کوو، د 15.5% په شاوخوا باندې ارقام راښکته شوي دي. ټول هیواد کې موږ د 9,533 په شاوخوا کې روغتي مراکز او سیټونه لرو چې په هغه کې تبرکلوز ناروغانو لپاره روغتي خدمات وړاندې کیږي. وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در ولایت هرات می گوید که در دو سال گذشته بیش از 200 اثر تاریخی کشف کرده اند. عبدالجبار نوروزی، مدیر موزیم و آرشیف ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در خبرنامه ای گفته است که در دو سال گذشته بیش از 200 اثر تاریخی را کشف کرده اند. وی همچنان افزوده که این آثار به موزیم هرات تحویل داده شده است. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، بنابر امنیت سرتاسری در کشور، آمار گردشگران خارجی در هرات نسبت به یک سال گذشته 60% افزایش یافته است.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از امارت اسلامی خواستار احترام به حقوق شهروندان کشور شده است. خانم امیری که این سخنان را به مناسبت روز جهانی حق و آگاهی از حقیقت مطرح کرده است، می افزاید که امارت اسلامی باید به خانواده هایی که عزیزانشان ناپدید و یا بازداشت شده اند آگاهی بدهند. گفتنی است که این روز از سال 2010 به این سو به هدف حرمتگذاری برای قربانیان حقوق بشر و تاکید بر امنیت حق آگاهی از واقعیت و برخودداری از عدالت برگزار می شود. رینا امیری خواستار احترام به حقوق شهروندان از سوی امارت اسلامی شده است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحه 106 از امارت اسلامی خواستار احترام به حقوق شهروندان کشور شده است. از امارت اسلامی می خواهم که در برابر خانواده هایی که اعضای آنها ناپدید هستند یا سوی امارت اسلامی بازداشت شدند آگاهی کامل در مورد موقعیتشان بگویند. من از امارت اسلامی می خواهم که به حقوق همه شهروندان افغانستان احترام بگذارند. آگاهان اما به این باورند. بازداشت و دستگیری زنان صرفاً به خاطر خواستار بودن حقوق اولیه انسانی خیش توسط نظام حاکم بر قدرت در افغانستان در واقع نشانگر فضای خفقان و نبود آزادی بیان می باشد که در این زمینه لازم هست حکومت حاکم بر قدرت در افغانستان برای زنان در بخش‌های آموزشی و اشتغال و سایر زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه مناسب اشتراک را فراهم سازد. از سوی هم سازمان ملل متحد 24 مارس را روز جهانی حق آگاهی از واقعیت‌ها نامگذاری کرده است. گفتنی است که این روز از سال 2010 به این سو به هدف حرمت‌گذاری برای قربانیان حقوق بشر و تاکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت بزرگ داشت می شود. برنامه جهانی غذا در خبرنامه گفته است که آموزش‌های خیاطی برای زنان را در سراسر افغانستان در نظر دارد. این نهاد گفته است که این تصمیم همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور بر زنان گرفته شده است. این در حالی است که پیش از این برنامه جهانی غذا به خاطر نداشتن منابع مالی کافی شکایت کرده و خواهان همکاری بیشتر تمویل کنندگان شده بود. کاملا هرس معاون رئیس جمهور امریکا میگوید حمله اسرائیل بر رفح با تبعیات برای این کشور همراه خواهد بود. خانم هرس در مصاحبه با شبکه ABC گفته که امریکا بارها با مقامهای اسرائیلی گوش زد کرده که عملیات زمینی بر رفح اشتباه است. هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که نیروهای اسرائیلی دو بیمارستان دیگر را در غزه محاصره کرده اند و خواستار تخلیه آنها شده اند. و روسیه حمله هوایی موشکی گسترده بر منطقه لو در غرب اوکراین و همچنان کیف پایتخت این کشور را انجام داده است. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید حمله اسرائیل به رفح با تبعاتی برای این کشور همراه خواهد بود. خانم هریس در مصاحبه با شبکه ABC گفت آمریکا بارها به مقامهای اسرائیلی گوش زد کرده که عملیات زمینی در رفح اشتباه است. بیشتر از 1,400,000 نفر از ساکنان نوار غزه برای فرار از حمله های ارتش اسرائیل به رفح پناه برده اند. خانم هریس گفته است که ساکنان رفح جایی برای رفتن ندارند. دولت آمریکا در روزهای اخیر پس از حمله خونین رژیم اسرائیل به رفح خواستار خودداری ارتش اسرائیل از ادامه این حمله به این شهر شده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عملیات زمینی در این شهر را برای شکست حماس ضروری می‌داند. برغم تنش میان دو کشور برای اثرگیری عملیات زمینی در رفح، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل راهی واشنگتن شده است تا علاوه با مذاکره بر سر جنگ علیه حماس خواستار دریافت تسلیحات بیشتر از آمریکا شود.
هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که نیروهای اسرائیلی دو بیمارستان دیگر را در غزه محاصره کرده و خواستار تخلیه آنها شده اند. در همین حال و بر بنیاد گزارش رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که 480 تن را که به قول خود شبه نظامی می‌خواند در ادامه درگیری‌ها در بیمارستان الشفا دستگیر کرده اند. اسرائیل با نشر تصویرها و ویدیوها گفته است که از بیمارستان‌های فلسطین شبه نظامیان حماس به عنوان پایگاه استفاده می‌کنند. آنچه به باور آگاهان روابط بین الملل ادعای واهی از سوی مقام‌های اسرائیلی دانسته می‌شود. آگاهان می‌گویند اسرائیلیان اشغالگر تعداد زیادی از فلسطینیان غیر نظامی را دستگیر می‌کنند تا در مذاکرات از آنها به عنوان ابزار فشار علیه حماس استفاده کنند. روسیه حمله هوایی و موشکی گسترده‌ای بر منطقه‌ای در غرب اوکراین و همچنان کیف پایتخت این کشور انجام داده است. رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داده است که این حمله با 57 موشک و پهباد صورت گرفته است. گفته می‌شود که یک موشک کروز روسیه برای مدت کوتاهی در حریم هوایی لهستان نیز در حرکت بوده است. این در حالی است که بر بنیاد گزارش این خبرگزاری دو روز پیش روسیه همچنان با بزرگترین بمباران هوایی در بیش از دو سال جنگ تمام عیار میان این دو کشور سیستم انرژی اوکراین را نیز هدف قرار داد. دولت فرانسه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین سطح افزایش داده است. به گفته گابریل اتال نخست وزیر فرانسه، این تصمیم در پی حمله مسلحانه جمعه گذشته در مسکو اتخاذ شد. آقای اتال در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این تصمیم با توجه به پذیرش مسئولیت حمله مسکو از سوی داعش و تهدیداتی که فرانسه را تهدید می‌کند اتخاذ شده است. اعلام افزایش سطح هشدار امنیتی در فرانسه در پی دیدار ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری با نخست وزیر و مقام‌های ارشد امنیتی اتخاذ شد. هشدار امنیتی در فرانسه 30 سطح دارد و بالاترین آن زمان اعلام می شود که حملات مسلحانه در این کشور یا در کشوری دیگر صورت گرفته یا احتمال وقوع آن در این کشور وجود داشته باشد. این سطح از هشدار امکان برقراری شرایط امنیتی فوق العاده مانند افزایش حضور نیروهای مسلح در اماکن عمومی مثل فرودگاه ها و اماکن دینی را فراهم می کند. افزایش سطح هشدار امنیتی در فرانسه در حالی صورت گرفته که پاریس تابستان امسال میزبان مسابقات المپیک است. کیم یو جونگ خواهر با نفوذ رهبر کوریای شمالی میگوید فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن درخواست دیدار با کیم جونگ اون را داده است. وی اما گفت که برگزاری این دیدار بدون تغییر در سیاست‌های توکیو در قبال کوریای شمالی دشوار خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده که تنش میان ژاپن و کوریای شمالی از دیرباز بدین سو بالا گرفته است. از توجه و همراهیتان تشکر. در ادامه با یک باشید. خدا نگهدار.